دعای مستجاب. دعا سلاح شخص مؤمن است که آن غم را دور کرده حاجتها را برآورده میگرداند و بلاها را رد کرده احوالها را دیگرگون میسازد. و ماه شریف رمضان این ماه دعا است. این ماه است که در آن درهای رحمت پروردگار کشاده میگردد و در این ماه مبارک درهای دوزخ بسته میشود و هم رحمت و برکت در این ماه نازل میگردد. این ماهی است که مسلمانان کاملا دیگرگون میشوند. آنها امید قبول دعاهایشان را دارند. بنابراین الله سبحانه و تعالی در بین آیتهای روزه اینچنین فرمود: و چون بندگان من درباره من تو را بپرسند، پس همانا من نزدیکم. دعای دعا کننده را چون دعا بکند قبول میکنم. پس باید که آنها برای من فرمان برداری کنند و باید که به من بگروند تا باشد که راه یابند. سوره بقره آیت 186. و الله سبحانه و تعالی در روی شخص روزدار درها را باز میکند، همچنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: سه نفر هستم که دعاهایشان رد نمیشود. یکم شخص روزدار تا وقتی که افطار کند، دوم امام عادل، سوم دعای شخص مظلوم. حدیث با روایت امام ترمذی. پس در دعاهایت اخلاص بکن. در همه وقتهای ماه شریف رمضان دعاهایت را زیاد بکن، خاصتا در وقت قبول دعا و مثل وقت روزداری و وقت افطار. دعای شخص روزدار در وقت افطار قبول است و در سه یک آخر شب وقتی که پروردگار به آسمان دنیا نازل می گردد و می گوید که هست که دعا بکند و من دعای او را اجابت گردانم، و در سجده دعا اجابت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: نزدیکترین حالت بنده به پروردگارش این سجده او به الله تعالی است. و در بین اذان و اقامت دعا اجابت است. و اگر مردم درهای خود را بروی شما بستند تا حاجت از آنها بخواهید، ولی الله تعالی درهای خود را به بندگانش باز کرده است و خبر داده است که دعای هر دعا کننده را اجابت میکنم، مادامی که دستانش را به دعا میبردارد. این فرصت تو است، پس آن را غنیمت شمار. الله سبحانه و تعالی فرمود: و پروردگارتان گفت به من دعا کنید تا دعای شما را قبول کنم. همانا آنان که از عبادت من تکبری میکنند خار گردیده به دوزخ داخل خواهند شد. سوره غافل آیه 60.